سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی پارس. فرامرز فروزنده هستم و امروز با برنامه دیگر از مجموعه نسیم شمال در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند این تلویزیون هستم با مهمان گرانقدری که دارم. اما قبل از اینکه مهمان گرانقدرم با من همراهیشون رو شروع بکنند، با تشکر از آقای اسی که کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده دارند، ناچارم از واقعی بسیار جان گداز و که برای یکی از دوستان من اتفاق افتاده است یاد بکنم، دوستی که از همکاران مؤثر تلویزیون پارس هم هستند، آقای جورج ماراگالوف. جورج ماراگالوف دوست سالهای دراز من، دو سه روزی است که در عزای فرزند 45 ساله خودش نشسته است، آقای رامسن ماراگالوف. رامسن ماراگالوف جوان 45 ساله ورزشکاری بود که چهارشنبه گذشته به دلیل سکته قلبی در سن 45 سالگی درگذشت. اگر اشتباه نکنم در شیکاگو درگذشت. به هر حال امیدوارم ماراگالوف با اون روحیه ویژه‌ای که داره بتونه با این غم کنار بیاد. غم درگذشت ناگهانی فرزند امری نیست که بشود به سادگی اون رو جبران کرد. جبران شدنی نیست. زخمی است که گذر ایام به روی اون ممکنه پینه ببنده، ولی این زخم بر دل پدر و مادر برای همیشه میمانه. باز هم برای جورج ماراگالوف، دوست ارجمند و با ارزش خودم برای سالهای دراز، آرزوی بردباری دارم و کنار آمدن با این شرایط اسفبار. و ما برنامه امروز، بینندگان عزیز، یک نکته نظر منو جلب کرده که امروز شاید در اولین پرسش خودم از میهمان گرانقدرم که چهره آشنا برای اهل مبارزه هست، فعالیت‌های سیاسی هست، اون رو مطرح میکنم. به نظر میرسه اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور از هر گروه و جناحی امروز رو به قبله خوابیده یا میخواد بخوابه، دقیقا رو به قبله، یعنی رو به مکه. همه به طرف درگاه عربستان سعودی مشغول نمازگذاری هستند، به بهانه مراسم حج به مکه میرند، اونجا هم دیدارهاشون رو انجام میدن، حالا دستشون چیزی رو میگیره یا نمیگیره بماند. و مثل این که یه تحول فرهنگی، یه تحول اساسی در جریان مبارزه در حال وقوع هست و هر کدوم هم که برمیگردند یه طرحی رو اعلام میکنن. فیلمثل مهمترین این طرحهای اعلام شده طرح آقای مصطفی هجری است. آقای مصطفی هجری اعلام جنگ مسلحانه کرد و فرستادن پیشمرگه های کرد در میان مردم برای ایجاد خیزش در مردم، آگاهی در مردم و از بین بردن وحشت و ترس مردم برای مبارزه با جمهوری اسلام. آقای هجری در واقع این رو کماکان تکرار کرد، هیچ جا خیلی به ندرت صحبت از مبارزه برای آزادی ایران میکنه. آقای هجری صحبت از یک کردستان میکنه که حقوق اساسیش رو بهش برسه. هنوز خبر رفتن آقای مصطفی هجری به هر حال به این فاز جدید مبارزه که بعد از 20 سال دوباره حزب دموکرات کردستان ایران مبارزه مسلحانه رو آغاز کرده نگذشته بود که خبردار شدیم آقای حسین بور، یکی از رهبران مبارز بلوچستان، هم برای زیارت مکه مشرف شدند. آقای ضیا صدرالاشرافی هم برای مکه رفتن، ایشون یه منتقد دینی هستن اگر اشتباه نکنم، ولی خب رفتن مکه و خیلی هم از عربستان سعودی راضی هستن. آقای حسین پور جمال پورکریم که یک تلویزیون دارن و اگر اشتباه نکنم ایشون هستن که به طور خیلی علنی تمایلات تجزیه طلبانه خودشون رو ابراز میکنند، هم جزو همراهان بودند و چند نفر از کنگره ملیت‌های ایرانی دموکرات. این مقدمه سبب میشه تا من اولین پرسشم رو
از مهمان برنامه امروز مطرح کنم. سلام آقای دکتر حسین لاجوردی، خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به همه هموطنان بسیار عزیزم در همه جای دنیا، خاصه در ایران. خوشحالم. خب سفر شما به عربستان که انجام میشه، شما این حج چیز رو که از دست دادید، حالا باید به حج عمره تشبه ببرید. بله، یا در انتظار حج های آینده. بعد شنیدم صحبتاتون آقای فروزنده، مسئله در اینه که ببینید دو نگاه رو من دنبال میکنم. یکی این که آیا حزب دموکرات کردستان ایران افرادی مانند آقای حسین بور یا دکتر صدر اشرافی در مرحله اول سرنگونی این نظام رو میخوان؟ این یک بحث. شیوه رسیدن به این بحث دیگری است. به این معنا من فکر می‌کنم که این دو را از هم دیگه جدا بکنیم. من شخصا فکر می‌کنم اگر این مسائلی که وجود داره، چون به نظرم نمی‌رسه که اعلام رسمی کرده باشن که ما از عربستان پول گرفتیم. هیچ کدوم اعلام نکردن. بله، هیچ کدوم اعلام رسمی نکردن. اگر مگه اونایی که تا حالا گرفتن، که شما میدونید منم میدونم، اونها ایجاق اعلام کردن؟ نه، اعلام نکردن، ولی به حال زمانی زنده یاد تیمسار مدنی پول گرفت و CIA هم اعلام کرد. بله. اگرچه اون پول رو تماماً برای همینطور برای زنده یاد دریادار مدنی عرض میکنم، مدنی رو عرض میکنم و یا دکتر بختیار گنجی، به همه رو برای مبارزه خرج کردم بدون شک. ولی من تفکرم چیه آقای فروزنده؟ من فکر میکنم که لحظه ای که آدم میتونه پول بگیره، خب ما در تاریخ همین یک سده دیگه قبل دنیا در جریان هستیم. آقای لنین پول گرفته از آلمان ها، آقای ژنرال دوگل پول گرفته از انگلیس ها، نمیدونم آقای خمینی پول گرفته از امریکایی ها. اینا بحث هایی است که وقتی به نتیجه میرسه شما از برنده سوال دیگه نمی کنید، شما از بازنده سوال می کنید. از برنده وقتی سوال بخواید آدم بکنه، لنین جواب شما رو نمیده، ژنرال دوگل هم جواب شما رو نمیده، خمینی هم جواب شما رو نمیده. من نگاه هم به این شکله که یه وقتی که شما برای یک فکر، یک هدف مشخص، یک راهی رو میرید، من اون راه رو نمیرم، من شخص خودم اون راه رو نمیرم، ولی نمیتونم بگم که شما میرید یا نمیرید، خوبه یا بده. من شخصا این کار رو نمی کنم به این دلیل که فکر میکنم در فرهنگ ما این قابل قبول نیست. قابل قبول نیست که یک حرکتی از سوی یک کشور بیگانه با پول انجام بشه و من بتونم تو اون فرهنگ باز جایی رو پیدا بکنم. من شخصا این کار رو نمی کنم. ولی بحث مبارزه است آقای فروزنده، بحث مبارزه است که این مبارزه رو من چگونه به پیش میبرم. چرا؟ چون در حال پیشنهاد کشورهای خارجی برای پول که نه دفعه اول، نه ما به ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی تنها اپوزیسیونه، به همه اپوزیسیون ها یه همچین پیشنهاداتی هست، یه همچین امکاناتی هست. نحوه قضیه مسئله خیلی متفاوته. من همیشه اعتقادم بر اینه که اگر بخواد مبارزه شکل بگیره، نمونش بسیار روشنه. نمونش ملی شدن صنعت نفته. وقتی که دکتر مصدق میاد قرضه ملی میگذاره، این معنی داره. قرضه ملی رو کی میخره؟ منی که اون موقع خیلی بچه کوچولو بودم، یادم هستش که به پدر مادرم میگفتم که باید 10 تومن بدید بریم قرضه ملی بخریم. نمیفهمیدم نه قرضه ملی چیه. خب نه... مصدق حاکم بود، فرقی نمیکنه آقای فروزنده، فرقش اینه که داره چه داره؟ بله، شما الان برای مبارزتون چجوری میتونید از مردم داخل ایران بخواید یه کاغذی رو چاپ کنید بگید اگر رژیم جمهوری اسلامی ساقط شد، خب بهتون برگردونده میشه، ولی این سهم مشارکت شماست در این مبارزه. شما برای مبارزتون پول هم لازم دارید بدون شک. من این درخواست میتونم که از مردم کشور خودم در داخل و خارج از ایران بکنم. الان ثروتمندان ایرانی خارج از ایران که کم نیستن، که بسیاری هم هستن که اعتقاد به این دارن که باید یک راه مبارزه رو به وجود آورد. چند نفرشون شما تالا پیدا کردید که مایلن ببینید ثروتمندان ایرانی زیادن آقای دکتر،
ولی برای من این ثروتمندها وقتی معنی دارن و من اسمشون رو به عنوان ایرانی میارم که یه جای اثرشون رو در زندگی مردم و یا در یک مبارزه ببینم، یک کاری بکنن اینا، وگرنه خب چه فرقی هست بین آقای کارل اندرسون 3 میلیارد داشته باشه و آقای مثلا حسن حسینی 5 میلیارد داشته باشه؟ چه فرقی داره؟ فرمایشتون کاملا درسته. منتها یک سوال رو، حالا جناب علی که همیشه در مدیا بودید، به من بگید ثروتمندان ایرانی و مردم ایران کم کمک کردن؟ کم کمک نکردن آقای فروزنده؟ چرا دیگه کمک نکردن؟ این رو سوال توی این 37 سال گذشته، خاصه سالهای اولیه، حتی تا 10-15 سال پیش این کمک ها وجود داشته، ولی وقتی که این کمک ها انجام شده، نه صرف مبارزه شده اون پول ها، به مسائل دیگه رسیده. اون کسی که نمیدونم در بعض ورود به امریکا روی یه نیمکت میخوابیده، حالا هر سال دو بار نمیدونم ماشین مرسدس 44ش رو عوض میکنه یا در کاخ زندگی میکنه، این از همون جاهاست. اشتباه نکنید، این که امکان پذیر نیستش که من شما اهل مدیا هستید، شما تو رسانه کار میکنید سالهای درازه، چه امکانی رسانه به شما داده که شما تو خونه دو اتاقتون رو بکنید یک کاخ 32 اتاقه؟ چه امکانی به شما داده؟ هیچی. چه امکانی به شما داده که شما بتونید که یک حرکتی رو توی جامعه به وجود بیارید که این پولای ثروتمندان ایرانی خرج کردن؟ ثروتمندان ایرانی از زمانی دیگه وارد این کار نشدن که بی‌اعتماد شدن، این مردم ایران اینطوری به قضیه نگاه بکنیم. اگر فرض کنیم که فرمایشات شما درست باشه، قصدم جسارت نیست ولی خیلی هم محترمانه میگم، من معتقد نیستم همه قضیه اینه، ضمن این که حرف شما رد کردنی نیست. بله، این انحرافات در کار مدیای ما وجود داشته، ولی خب یه دلیلش این است که اصولا هیچ سازمان ایرانی ها برخلاف سایر گروه ها مثل البته یهودی ها همیشه برای من سمبولن، ولی در سازماندهی و همه چیز رو با یه نظمی جلو آوردن که به هر حال این گشادبازی ها توش کمتر بتونه بشه. بنابراین ایرانی ها به نظر من مسئله اصلیشون این بوده که هرگز نتونستن سازماندهی بکنن، حتی در گروه های کمک کننده و گروه های کمک گیرنده. به هر حال به اینجا رسیدیم امروز. اینکه یه نفر سوء استفاده های مالی رو کرده، یه نفر یا چند نفر هر کی کرده، خب کردند، اما چرخ زمان نمیست. امروز ما در این مقطع هستیم، کشور ما در ضعیفترین موضع خودش از نظر جهانی قرار گرفته، از هر طرف چاپیدن ایران توسط مافیای مذهبی در داخل، کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس و همسایه غول شمالی و کشورهای تابع اون یا متمایل به اون ادامه داره. آی دکتر، ما نمیتونیم با بلیم کردن گذشته برسیم به رسیدن راه آینده. شما گروهتون گروه راه آینده است. به هر حال نتیجه گیریتون چیه؟ شما زمان زیادی ندارید برای نتیجه گیری. من فکر نمی کنم 37 سال دیگه ما فرصت داشته باشیم. کاملا فرمایشتون درسته. اجازه بدید من در ادامه صحبت قبلم فقط یه جمله رو اضافه بکنم خدمتتون، و اون اینه که این امکان همچنان وجود داره که ثروتمندان ایرانی، اونهایی که نگران ایران هستند، و من مطمئن هستم، ما توی بررسی مهاجرت ها وقتی نگاه میکنیم، من یه بررسی جامعی رو انجام دادم رو مهاجرت های بزرگ دنیا، روی نمیدونم ترک ها، روی الجزایری ها، روی پاکستانی ها، روی لهستانی ها، روی هندی ها، همه این ها رو به طوری مقایسه‌ای یک کاری رو من انجام دادم. جزء منحصر به فرد ترین مهاجرین ما هستیم که همچنان بعد از نزدیک 40 سال دلمون میتبه، دلمون شور میزنه، ولی این راه داره، به نظر من راه داره این بی‌اعتمادی رو ما برگردونیم. همین الان یک پروژه‌ای رو ما در هفته آینده اعلام خواهیم کرد از طرف انجمن پژوهشگران ایران، البته که 2 میلیون دلار خرج داره آقای فروزنده. خب اگر که من بیام بگم که آقای ایکس یا خانم ایگرک ثروتمند ایرانی، تو بیا این پول من بده، طبیعتا نه اون میده نه این بی‌اعتمادی از بین میره.
ولی اگر من بگم که یک صندوقی رو درست بکنید، یک وکیلی رو بگذارید، یک حسابداری رو بگذارید، از طرف خودتون یک ناظری رو بگذارید این کار انجام بشه، همه 2 میلیون دلار 3 میلیون دلار پولی نیستش که امروز توی ثروتمندان ایرانی خارج از ایران، خارج از ایران چه بسا که در داخل ایران، این اعتماد رو میشه به وجود آورد به شرطی که من شخصی نخوام سوء استفاده بکنم. ولی برگردم به فرمایش شما، ما راهی نداریم آقای فروزنده، کاملا فرمایشتون درسته. ما اگر که اعلام میکنیم یک میزه گرد مثلا نمیدونم در 17 نوامبر 18 نوامبر داریم در تورنتو تشکیل میدیم، تا اون تاریخ هم این 6-7 هفته دیره، من کاملا با شما موافق هستم، ولی فکر نکنیم که با همون میزه گرد مسئله حل میشه. مسئله ما جور دیگه حل میشه. مسئله ما به این شکل باید جلو بره که این فجایعی که در داخل ایران هر لحظه، حالا که دیگه با این برخوردهای جناحی که یک مقدارش هم بازی داخل خود رژیمه، ما هر روز متوجه یک فاجعه جدید میشیم. دزدی ها دیگه عادی شده و مسئله دیگه وجود نداره. مسائل بیشماری که توی ایران وجود داره، هر لحظهش پس دیره. با میزه گرد این کار انجام نمیشه. با میزه گرد آسیب شناسی میشه که مشکل ما کجاست، ولی در عمل به کجا ما میرسیم؟ در عمل یک راه بیشتر وجود نداره، فقط یک راه وجود داره. من نوعی از خودمحوری خودم پایین بیام و این رو بپذیرم که ما قادر هستیم در خارج از ایران از طریق همین اپوزیسیونی که هزار مشکل واسش وجود داره، از همین طریق اپوزیسیون راه رو برای آزادی مردم ایران فراهم بکنیم، به یک شرط. اون یک شرط اینه که من اصلا این برنامه آینده ایران از کجا شروع شده؟ از اینجایی شروع شدش که در تلویزیون اندیشه آقای کاردان 2 بار با من صحبت کردن 7-8 ماه پیش سر ترورهای پاریس. بحث من در اینجا بود، ریشه ترور در جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی قوی نیست، ما ضعیف هستیم. ما چجوری قوی میشیم؟ بیایم جلوی مردم بیستیم و مردم بگیم که ما کی هستیم؟ من کی هستم؟ من چه نقشی توی این 37 سال گذشته داشتم توی خارج از کشور؟ چه جایگاهی رو داشتم؟ چی کار میتونستم بکنم؟ حرف من این بود که مسئولین، رهبران، رؤسا، نمیدونم سخنگویان، هر کی که هست بیان جلوی مردم بنشینن و به مردم بگن ما چی کار کردیم. مثالی که زدم، عذر میخوام الان تموم میکنم صحبتم، مثالی که زدم هم این بود آقای فروزنده، گفتم مردم بیان جلوی یک مجموعه مثل شما چندین خبرنگار مجری بنشینن، مردم از من سوال بکنن، شما از من سوال بکنید، بگید حسین لاجوردی تو در 37 سال گذشته چه غلطی کردی؟ این رو من باید پاسخ بدم. رو دروسی رو بگذاریم کنار، من این رو باید پاسخ بدم. اگر پاسخ ندم 37 سال دیگه نه 370 سال دیگه هم همین ماجرا ادامه داره. در خدمتتون. ببینید آقای دکتر، نمیتونم اینو نگم، چیزی تو ذهنم هست به خصوص در مورد کار شما. چون ببینید آقای مصطفی هجری مسئله رو روشن کرده. آقای مصطفی هجری میگه که ما تا حالا از عربستان پولی نگرفتیم، به ما پیشنهادی نشده، ولی ما از همه جا کمک میطلبیم اگه بهمون بدن. مصاحبه آقای مصطفی هجری هست با آقای رضا فانی در تلویزیون بی بی سی به مدت 27 دقیقه. از همه بینندگان عزیزم خواهش میکنم برن و این مصاحبه رو نگاه کنن، به حرفای من متکی نباشن. ببینید من به آقای مصطفی هجری هیچ امیدی ندارم، چون ایشون در واقع داره میگه کرد ایرانی، نمیگه ایرانی کرد. این دوتا با هم فرق داره. ایشون تشویق میکنه که در جاهای دیگه هم مردم این نهضت‌ها رو راه بندازن. یعنی به طور خیلی از نظر من روشنی آقای مصطفی هجری از سیاست‌های حزب دموکرات برداشت تازه‌ای رو داره مطرح میکنه. قبلا این نبود. قبلا شعار خودمختاری برای کردستان بود و آزادی برای ایران، فدرالیسم برای ایران. ولی نه، حالا خیلی روشن تمام تکیه کلام این آدم دبیرکل حزب دموکرات بر سر این است که این نبرد مسلحانه است، پیشمرگارم میخوان بفرستن وسط کردا. من با ایشون مشکلی ندارم، برای اینکه خطم مقابل خط ایشون هست،
به هیچ وجه فکر نمی کنم آزادی ایران باید به قیمت تجزیه و پاره پاره شدن ایران با طرح گسترده‌ای که امروز در جریان هست باید اتفاق بیفته. و تازه اگر اتفاق بیفته چطور میشه؟ ما یک کشور بلوچستان درست میکنیم فقیر و بینوا، یک کشور کردستان درست میکنیم فقیر و بینوا، یک آذربایجان درست میکنیم اون هم فقیر و بینوا، حتی خوزستان با همه منابع نفتیش. ببینید با اونها آقای نه با تو نمیتونیم باشیم بر سر فدرالیسم در ایران، بر سر عدم تمرکز میتونیم باشیم ولی فدرالیسم نمیتونیم باشیم. اما با شما مشکلم در جای دیگه است. به عنوان یکی که سالهای دراز او رو میشناسم و میدونم با چه قناعتی داره زندگی میکنه و کارهای شگفتی کرده از نظر پژوهشی، نکردن گروه های دیگه نکردن، اسنادش وجود داره، کتاب ها وجود داره، انتشارات. اما آقای دکتر یه حسی به من میگه شما بیشتر از اون که مرد عمل سیاسی باشید مرد نظر سیاسی هستین، دائما به دنبال پیدا کردن ریشه هستید و آسیب شناسی این حرفا. من میخوام ببینم شما الان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیشه، این گروه ها آینده ایران در مقابل این انتخابات چه موضعی داره؟ اعلامیه شما چیه؟ بیانیه شما چیه؟ شما چه راهکاری به مردم دارید پیشنهاد میکنید؟ انتخابات ایران در پیش رو هست، ریاست جمهوری. خب شما عمل سیاسی که میخواید انجام بدید چی هست در کنار این شناختا؟ برای اینکه نمیشه همش نشست منتظر شناخت شد شناخت شد. خیلی خب شناخت این آدم ها همینن، در 37 سال گذشته این کارها رو کردن، من بعدم همین کار میکنه. به نظر من شما وقت خودتون رو تلف میکنید اگر کسانی که میدونید کاری نمیکنند میخواید بیارید که تازه روشن بشه اینا کاری نمیکنن، اینا در هیچ حالتی کاری نمیکنن و اتفاقا شیعیان و پیروان اینها هم طرفدار هیچ کاری نیستن، با همین دلخوشن. یعنی یه مبارزه سوری شیک قشنگ که همه به کار خودشون مشغولن، کسی هم کاری نمیکنه. بفرمایید. ببینید دو سه نکته رو آقای فروزنده مطرح کردید، یکیش در مورد آقای هجری که دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران هستن. من تا به حال چه شخصا چه از طریق اعلامیه ها و نمیدونم رسانه ها نشنیدم که ایشون در مورد تجزیه ایران حرف بزنه. نه نزدن. من تا به الان نشنیدم. حتی بحث خودمختاری کردستان هم که چندین سال پیش بود حالا دیگه نیست. من حالا چی مطرحه؟ حالا دموکراسی برای ایران. نه هم چیزی نیست. حالا یعنی ببخشید بفرمایید. استناد من آخرین مصاحبه ایشونه با آقای رضا فانی. اجازه بفرمایید من خدمتتون عرض بکنم. پیشنهاد دارم خدمتتون. خواهش می‌کنم. ببینید کردها تنها حزب دموکرات کردستان ایران نیستند. حزب دموکرات کردستان هم هست. کموله زحمتکشان ایران هم هست. کموله دیگر هم هست و چندین حزب و سازمان کردی دیگر. امروزی که ما داریم این صحبت رو می‌کنیم من فکر می‌کنم که شاید بهترین زمان هست. خوشحالم که شما امروز در استودیو هستید. دعوت بکنید از آقای مصطفی هجری، دعوت بکنید از آقای کاک عمر ایلخانی زاده رهبر کموله، اینجا بنشینن و تکلیفشون رو با مردم ایران مشخص بکنن. من فکر نمی کنم اونا این دعوت قبول کنن. من فکر کنم قبول میکنن. من فکر کنم قبول میکنن. اگر لازم بود من هم در خدمتتون خواهم بود. حتما قبول خواهم کرد برای اینکه این تکلیف روشن بشه. این استخون لای زخم نمونه. یعنی یه واقعیت، یه چیزیه که نمیشه ازش گذشت به راحتی. این بحث رو باید جدی دنبال کرد. اگر حزب دموکرات کردستان ایران، اگر کموله زحمتکشان ایران یا بقیه این بحث تجزیه ایران رو میکنند، من اسمشون رو از تو دفتر تلفن من پاک میکنم. ببینید جلوی دوربین دارم این حرف رو میزنم. هر دوشون هم دوست من هستن. من برای هر دوشون هم احترام قائل هستم. ولی بحث رو جدا بکنیم. من به شخصه تمام کاری رو که در عرض 24 سال گذشته به قول جناب عالی پژوهشی در که واقعیت هم همینه، هیچی هم غیر از این نیست،
در انجمن پژوهشگران ایران کردم و در چند ماه اخیر در راه آینده ایران من هم سهیم هستم. یک چیز قطعی است، هر کسی که با من پشت یک میز میخواد بشینه اول باید چارچوب ایران رو بپذیره. اگر چارچوب ایران رو نپذیره امکان نشستن من با اون وجود نداره. ولی بحثی که حالا مشکل به وجود آورده بحث عدم تمرکزه. من بحث عدم تمرکز رو معنی میکنم، چون خیلی ها فقط موقع خواب تو ذهنشون یه چیزی رو میپرورونن و بعد خوابشون میبینن. بحث عدم تمرکز به دلیل وجود باقی موندن این چارچوب ایرانه. من میخوام این ایران یک پارچه باقی بمونه. چه جوری باقی میمونه؟ اولیش جمهوری اسلامی نباید باشه. با بودن جمهوری اسلامی ایران اصلا میپاشه. این چیزی رو که جمهوری اسلامی به مردم ایران تلقین میکنه که اگر ما بریم به ایران سوریه میشه، چنین چیزی غیر ممکنه. با بودن جمهوری اسلامی ایران سوریه میشه. ولی بعدش چیه؟ بعدش اینه که این مجموعه اقوام ایران از کرد و لور و بلوچ و ترک و عرب ایرانی و غیره و غیره، یا اینا ایرانی هن یا ایران ایرانی نیستن. من اعتقادم برای اینه که اینا 100% ایرانی هن. ولی اگر اینها ایرانی هستن و این من و شما در تهران امکان استفاده از تمامی امکانات رو ندارند، بچه‌شون تو دستشون توی گرمی آذربایجان یا بشاگرد بلوچستان میمیره یا در سرباز کنار در بحر عمان از بین میره، من نمیتونم بگم که تو مجبوری این رو بپذیری، مگر اینکه من بهش بگم که برابری باید وجود داشته باشه. برابری باید وجود داشته باشه. یعنی اون کرد، اون بچه کرد، شما در مورد این بچه صحبت کردید اول صحبتتون، تسلیت گفتید که من هم تسلیت میگم. یه نکته ای را آقای فروزنده، شما بچه خودتون رو در نظر بگیرید، یه پسر و دختر 10-11 ساله رو دوشش بار میذارن، بهش میگن کولبر. این اگر که با اسلحه سپاه کشته نشه در 17-18 سالگی معلول میشه. این پیرمرد رو ببینید آقای دکتر، این بحثا جدیه. من حتما با شما هم عقیدم که این بحثا جدیه، ولی گرایش ایران به سوی عدم تمرکز پایش قبل از انقلاب گذاشته شده بود. در مشروطیت هم گذاشته شده بود. در مشروطیت هم گذاشته بود شده بود. خیلی بطئی جلو اومده بود، ولی در برنامه پنجم عمرانی ایران و بعد در برنامه ششم عمرانی ایران که اجرا نشد، این عدم تمرکز اولین پایه‌هاش علاوه بر اقتدار محلی داشتن امکانات مالی و بودجه‌ای به مناطق مختلف کشوره. بیش از 55% بودجه استانهای مختلف به صورت غیر متمرکز روش تصمیم گیری میشد. یعنی استانهای مختلف نمایندگانشون در شوراهای شهری که داشتن تصمیم میگرفتن. این جریان در زمان جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرده. اما ما با یک نظامی مواجه هستیم که اساسش بر تبعیض. یعنی این تبعیض فقط بین کرد و سنی و من شیعه این طرفی نیست، این بین خود شیعیان هم تبعیض میگذاره. یعنی اساس حاکمیت موجود ایران بر تبعیض و ستمه، یه مافیاست. حالا شما اگر کشور را از دست این مافیا نجات دادید، قاعدتا اولین حرکتی که دارید توسعه اقتصادی اجتماعی هماهنگ و برابر برای همه ایرانیان در همه نقاط ایرانه. من فکر می‌کنم قدم بزرگ اول برداشتن این حاکمیته، بدون شک. و تا زمانی که این حاکمیت از وسط بر نداریم، این بچه ها در تهران هم میمیرن، بدون شک. همینطوره، بله. اصلا وضعیتی رو که از نظر اخلاقی و فساد اجتماعی در تهران به وجود اومده از همه شهرهای ایران بیشتره، و فقر و ناداری و تبعیض و ستم و تضاد طبقاتی که امروز در ایران هست. بنابراین باز برمیگردیم یه مسئله، برداشتن جمهوری اسلامی از وسط و بعد اغلای قضیه نشستن و بر سر اینکه قانون اساسی، چون قانون اساسی مشروطیت هم مشکل داشت با حضور اون مجتهدین رو و پادشاه کشور باید مذهب اکثریت مردم باشه و خلاصه شیعه باید باشه و از این حرفا، اون هم پای تبعیض گذاشته بود ولی نرفت به دنبال قضیه. ما خوشبختانه یه ویندو داشتیم، یه پنجره داشتیم که همه چیز داشت برای ایران میخواست، فقط به دلیل استبداد فقدان آزادی از بین رفت.
و اون دوران پهلوی بود و بعد حالا اسیر اینها شدیم. من فکر میکنم مشکل ما رو شما اونجا دارید میفرمایید. کاملا آقای فروزنده، ببینید این ستم، من میخوام ببخشید، بفرمایید، این ستم برای همه است الان. یعنی این ستم ویژه کردها نیست، ویژه بلوچا نیست، یعنی این حق ویژه ایجاد نمیکنه برای از بین بردن وحدت ملی و ضعیفتر کردن این محیط زندگی به نام ایران. بحث من دقیقا، شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید، بحث من هم همینجاست. اگر در مرحله اول جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، هیچ چیز قابل حل نیست، هر کدوم به یه شکلی قابل حل نیست. همین امروز صبح خبری رو که من دیدم، 10 نماینده همین مجلس شورای اسلامی به همراه پلیس رفتن به قول خودشون زیر پوست شهر رو نگاه کردن. گزارش رو بخونید ببینید که این 10 نماینده در مورد شهر تهران، اشاره خود جناب علی، ببینید در این مسئله به چه شکله. اصلا میگن غیر قابل قبوله که ما بتونیم تصور بکنیم تو شهر چه چیزایی میگذره. اینی که میفرمایید که تبعیض برای همه است، شکی نیستش که تبعیض برای همه است. بعضیا به جون آمدن از این تبعیض. اینجا رو من فقط دارم میگم. باید کنار هم قرار بگیرن که اساس بحث... رو از بین ببرن. بحث اصلی رو اینجا بگذاریم. آقای فروزنده، بحث اصلی رو اینجا بگذاریم که من وقتی که خواهش میکنم، پیشنهاد میکنم از جناب علی، از آقای هجری، از آقای ایلخانی زاده، از آقای ایکس، آقای خانم ایگرگ دعوت بکنیم اینجا، بحثم تنها اونها نیستند. اونها یه قسمتی از اپوزیسیون ایران هستند. بحثی که وجود داره اپوزیسیون لس آنجلس نشین هم هست، اپوزیسیون نمیدونم خارج نشین هم هست، اپوزیسیون دارای توهم هم هست. این مجموعه باید تکلیفش با جامعه ایران روشن بشه، همونطوری که من پیشنهاد بحث حزب احزاب منطقه‌ای رو میکنم. آقای دکتر، شما کسانی که دچار توهم هستن و کسانی رو که سنتن مبارزشون بوده، خدا رحمت کنه، اون دورانی که میرفتن پای ساختمان فدرال بیلدینگ، شما اینا رو هیچ کاری نمیتونی بکنی. چرا؟ یک کار فقط میشه کرد. ببین، اون کاری که میشه کرد اینه که توهم اونها و توهم مردم نسبت به اونها از بین بره، اگرچه توهم مردم از بین رفته. من نمیخوام، ببینید آقای فروزنده، من قصدم این نیستش که بیام بگم آقای ایکس یا خانم ایگرگ خوب کار کرده یا بد کار کرده. ابدا مهم نیست این قضیه. ابدا من منظورم اینه که ما بتونیم با همدیگه بنشینیم برای یک هدف مشخص، اون هدف باقی موندن ایران باشه. اینه که من چه میکنم، من رئیسم یا اون رئیسه، بحث فرعیه اینجا. بینندگان عزیز، بعد از پیام‌های بازرگانی تلویزیون از اتاق فرمان خواهش میکنم که خطای تلفن رو بگذارن روی صفحه و صدای شما رو هم بشنویم، نظر شما رو هم داشته باشیم با حضور دکتر حسین لاجوردی. هر نوع بیانی رو میتونید داشته باشید، هر نوع انتقادی رو میتونید از این برنامه و همینطور از آقای دکتر حسین لاجوردی بکنید، فقط به یک شرط، رعایت نزاکت کلام. در غیر این صورت من صداتون رو قطع خواهم کرد. مهمم نیست که با ما مخالف باشید، اصلا متضاد فکر بکنید، بیایید و نظرتون و نکته‌ای که به نظرتون میرسه رو مطرح کنید بعد از پیام‌های بازرگانی. ولی قبل از که بریم روی آگهی‌ها، باید بگم تغییراتی که در برنامه‌های خود من در تلویزیون پارس پیش اومده رو به اطلاعتون برسونم. از این پس من هفته ای 3 روز بعد از خبرها برنامه بررسی رویدادها و پدیده‌ها رو بعد از خبرها خواهم داشت، یعنی روزهای دوشنبه صبح در خدمتتون نخواهم بود، سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه هستم و روزهای یک شنبه برنامه نسیم شمال نیم ساعت به وقتش اضافه شده، از ساعت 10:30 تا 12 در خدمتتون هستم به مدت 1.5 ساعت. و این برنامه و این تغییرات از فردا در تلویزیون پارس به مرحله اجرا خواهد گذاشت و برنامه هفته آینده نسیم شمال من به جای ساعت 11 ساعت 10:30 صبح آغاز می شود. اجازه بفرمایید که بریم پیام‌ها رو ببینیم و برگردیم. خطای تلفن رو باز خواهیم کرد. اگر شما هم مایلید در این بحث شرکت کنید، در خدمتتون خواهیم. Thank you.
ارزان‌ترین قیمت، بالاترین کیفیت، بهترین خدمات. برای تماس با ایران را از شرکت آریا بخواهید. تماس با تهران فقط 39 دام سنت، شهرستان ها 59 دام سنت، موبایل 79 دام سنت. برای مدتی محدود تا 10 ساعت تماس رایگان با هر سرویس جدید. 818 495 495 2. تکنولوژی برتر، کیفیت بهتر با آریا. همراهی و همگامی شماست که تلویزیون پارس ملی نامیده می شود. بینندگان عزیز، برگشتیم. پس از پیام‌های بازرگانی در خدمت شما و خدمت آقای دکتر حسین لاجوردی هستم. خواهش می‌کنم با توجه به محدودیت وقت برنامه، فرمایشاتون رو در حد اقل زمان ممکن بفرمایید تا نوبت به تعداد بیشتری برسه. تعدادی خط من دارم و اینا هر کدوم اگر قرار باشه که 3 دقیقه صحبت بکنند، تکلیف برنامه از همین حالا روشن شده است. تلفن تلویزیون در خدمت شما هست. جالبه، با یک سوال دوست ارجمند من از ایالت فلوریدا آغاز شد. تکس دادم برای من که چرا شما از سیستم برنی سندرز استفاده نمی کنید. می دونید برنی سندرز عضو حزب دموکرات بود، رقیب خانم کلینتون بود و این متوسط کمکی که از مردم دریافت کرد 27 دلار بود و بیشترین رقم کمک رو جلب کرد و امتیاز این کمک اون بود که روی بازوی روی کوله جوان‌ها افتاده بود و این یکی از جنبه‌های افتخارآمیز برای مبارزات برنی سندرز بود که البته راه پیدا نکرد به مرحله نهایی. ادامه بدم خدمتتون در تایید فرمایشتون، 30 چند درصد حمایت کنندگان سندرز جوان بود، همینجوری که در مورد خانم کلینتون نبود. نیست بر. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، درود به شما، برنامه خیلی خوبتون. آقای لاجوردی به نظر من بهترین کار رو کردن. من مطمئن هستم اگر جمهوری اسلامی تا به حال مونده به خاطر اینکه ما احزاب نداشتیم، احزاب قوی نداشتیم. ما ایرانی ها در ارائه طرح سوال ایراد گرفتن استاد هستیم، ولی اگه حزب باشه اتفاقا من خواستم بگم حتی عضوگیری میگیره همین مقدار 30 دلار 27 دلار و میگه که به اعضا چه کار باید بکنن. مثلا 3 روز در خیابان مثل اون جنبش ارغوانی در مجارستان بود یا بلغارستان، از اعضا میخواد که بیستن و مردم ایران حاضر هستن. سمانهای دیگه نشون داده اونها هم اعضا هستن که گرفتن. باید یه اعضاب قدی باشه که مردم رو حل بده و سازماندهی کنن. خیلی متشکرم از محبتتون، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. روزنده خسته نباشید. جن عرض ادام خدمت آقای دکتر لاجوردی. خیلی خوشحالم ما روزنده در استودیو تلویزیون کار شما رو ببینیم. خواهش میکنم، بفرمایید. با این موضوع آخری که با آقای دکتر لاجوردی صحبت که راجع به تمامات بسیار بسیار جالبه رو انداختی که متاسفانه تیه سالهای گذشته این توهم بیشتر مدیران و برنامه سازان تلویزیونی شامل حالشونن که به قول آقای دکتر تا دیروز که مثلا فرض کنید یه اتاقی خوابه بودن، حالا منه مثلا ویدا گرفتن، بهترین ماشین گرفت یا آراشگر اومده اینجا توهم دستش داده که فکر میکنه یه کاری شده جلب توجه مردم زیاد به ایشون هست، در حالی که مردم اصلا پیدا نکردن. مثل کسایی که در سال گذشته که مثلا آقای ضیا آتابای، خب ایشون یه زمان مدیر تلویزیون بودن، ایشون توانایی اداره کردن یه برنامه سیاسی رو داشتن، برای تلویزیون هایی بودن اینجا 300-400 یا 700 هزار مردم پول گرفتن برای توانایی برنامه سیاسی یا حتی همین برنامه های معمولی اجتماعی رو ندارن. و یه مقداری فرق هست بین این افراد و من خیلی خوشحالم که این موضوع رو پیش کشیدین و آرزوی موفقیت هرچی بیشتر برای دکتر لاجوردی دارم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. قربان شما. مثل اینکه شیعیان شما کم نیستن. بعد اونایی که بنده لطف دارن کم نیستن. نشیه ای بنده. خب دارن تایید میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بله بفرمایید، صحبتتون رو بفرمایید. با عرض سلام خدمت هر دو شما بزرگوارات. خواهش میکنم. بزرگتون، من با پیشنهاد جناب دکتر خیلی موافقم.
که اونهایی که مسئول کار هستن، اونهایی که مدعی مبارزه با این مردم هستن، با این رژیم ددمنش هستن، بیان بشینند در همون محفل و نظریات خودشون و تکلیف خودشون مشخص و حتی رضا پهلوی. من دیگه عرضی ندارم، وقتتون نمیگیرم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ببخشید آقای فروزنده، قسمت لحظه آخر صحبت چون ایشون اشاره کردن حتی رضا پهلوی، من بقیهشون نمیفهمم یعنی چی. یعنی معنیش این بود که تمام این کسانی که به هر حال داعیه مبارزه دارند یا مبارزه کردند، اینها بیان و دور هم بنشینن و گفتگو با همه انجام بشه، حتی شاپور رضا پهلوی، نه اینکه یه مقام برتری هستن که دست نیافتنی هستن، نه، ایشون هم باید بیاد سر این میز کنار دیگران بنشین. ایشون این حرفو میزنه. اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. ببینید آقای فرزنده، من این پیشنهادی رو که دادم مدت هاست روش دارم کار میکنم، بلد. فکر میکنم مسئله رو با عقب انداختن موضوع دنبال نکنیم. مسئله باید به وجود بیاد، شکل پیدا بکنه. ممکنه که الان جناب عالی دعوت میکنید از ایکس و یا ایگرگ، از شما خوششون نیاد، با شما مشکل داشته باشن. من پیشنهاد میکنم که بیایم بگیم که تنها آقای فروزنده نشینده، دو نفر مجری دیگه هم، خبرنگار دیگه هم بغل دست آقای فروزنده بنشینن. بله. طوری نمیشه. اون وقت دیگه مسئله نیستش که من از با شما رفیق هستم یا با شما دشمن هستم. بیایم بنشینیم مسئله رو حل بکنیم. بیایم بنشینیم ببینیم که چه مشکلی داریم. نریم هر کدوممون بگیم که من فلان حزبو دارم، من فلان شورا رو دارم، من فلان سازمانو دارم. با اینجا ما به جایی نمیرسیم. اگر میخواستیم برسیم 37 سال گذشته رسیده بودیم. من اصلا فکر نکنید منفی دارم حرف میزنم. خب من مثبت دارم. نه اجازه بدید. چیکار باید بکنیم که بفهمیم کسی به این ندا جواب میده یا نمیده؟ دعوت میکنیم به مردم. آقای فروزنده، سال هاست من با شما دارم صحبت میکنم. سال هاست. امروز دیگه جدی با شما دارم صحبت میکنم. مگه تو حالا شوخی؟ نه 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 نه. امروز با مسئولیت دیگری میخوام با شما صحبت بکنم، که این مسئولیت رسانه‌ای رو، شما یک عضو رسانه هستید، یک عضو شناخته شده رسانه هستید. بارها و بارها این بحث بین من و شما پیش آمده. من خواهش کردم که شما تماس بگیرید با رهبران اپوزیسیون. پیشنهادم اینه که حالا اگر ممکنه که مشکل شخصی باشه، دو نفر سه نفر با همدیگه این کارو بکنید. و بیایید به مردم بگید که ما نامه ای نوشتیم، تلفنی کردیم، این کارو کردیم، این فرد حاضر نمیشه بیاد جلوی این پشت این میز بنشینه. این فردی که حاضر نمیشه بیاد این پشت این میز بنشینه، لابد دلایلی داره. چه دلیلی داره؟ اگر مسئلهش ایرانه، اگر مسئلهش آزادی این مملکت، اگر مسئلهش گذر از این حکومت فاجعه باریه که ایران به ویرانی کشونده، خب مسئله نداره اینجا. که منم مثلا همینه، دو تا اختلاف داریم با هم دیگه. من سلطنت طلبم یا جمهوری خواه، شما سلطنت طلبی یا چپی یا هر چی. خوشبختانه 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 دیگه مسئله توده یا مارکسیست ها و نمیدونم اینها، خوشبختانه با این تکنولوژی جدید همه مردم فهمیدن کجا رفته، دیگه از بین رفت، تموم شده، یا اگر تموم نشده به صورت یک حاله باقی مونده. بحث در اینجاست، من و شما با ایکس و ایگرگ اختلاف داریم، ولی هدفمون یکیه. هدفمون نبودن این جمهوری اسلامی است، هدفمون نگه داشتن این مملکته. اونجا مخالف معلوم میشه، اونجا معلوم میشه که کی به شما میگه من نمیام. چه شاهزاده رضا پهلوی باشه، چه آقای ایکس باشه، چه تفاوتی میکنه؟ میخواید این هسته رو از همین برنامه بگذارید؟ بگذارید آقا، بگذارید. من هفته دیگه هم هستم باز دور اینجا در خدمت شما. ببینیم چی کار باید کرد آقای فروزنده. هی ما میای میشینیم اینجا صحبت هایی رو میکنیم، نمیدونم فلان مجری دیگه میاد نمیدونم میشینه، نمیدونم در مورد دوچرخه سواری نمیدونم مهمانش سوال میکنه، اون یکی میاد شعر میخونه، اون یکی بس دیگه. بس کنیم آقا. مسئله شما اول برنامه چی گفتید؟ گفتید که انقدر موقعیت تنگه که حد و وصل نداره. بنده با شما موافقم، جمهوری اسلامی در تنگنایی ترین موقعیتش قرار گرفته. در ایران آسیب هایی که به وجود آمده در بالاترین در یک قرن گذشته. یعنی امارت موریان خردس که منتظر یه لگد، فقط این لگد از ما ساخته است.
برای اینکه اگر این اتفاق بیفته حمایت مردم ایران باشه. متاسفانه ما فلج پاهمون. فلج نیست آقای فروزنده. اصلا فلج نیست. یعنی بیخود من ناامیدم. اگر اصلا ناامید نباشید. اگر این اتفاق بیفته حمایت مردم ایران، اعتماد مردم ایران، حمایت بین‌المللی بعد از اعتماد مردم ایران پشت این قضیه است. هی ما بیاییم بشینیم بگیم که بله در اون دورانی که نمیدونم اول مشروطیت بود این اتفاق افتاد، در 28 مرداد این اتفاق افتاد، شاه این کار کرد، مصدق. آقا بسمونه، بسمونه، برای فردامون چی کار میخواییم بکنیم؟ آقای فروزنده، من کتاب دلم شور میزندم فقط و فقط رو بچه های ایرانه. آیده تو به کار خود شما هم خیلی نقد وارد. شکی من ندارم. حالا اجازه میدید من اصلا تردید ندارم. اگه من بگیرم بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. درود دارم خدمت. درود بر شما، بفرمایید. حضور مبارکتون عرض کنم که خب با شناختی که من به از آقای دکتر لاجوردی دارم، در طول 25-6 سال گذشته صحبتهایی که امروز در برنامه شما مطرح شد، با احترام به ایشون و با این نقطه نظر که ایشون به نظر من ایران دوست هستن و وطن پرست هستن و تمام این مسائل مثبت، جناب آقای فروزنده به نظر من تنها موضوعی که باید امروز، که البته دیرم هست، باید مطرح بشه در رسانه ها تا امروز هم نشده، اینه که انتخابات آمریکا، شما سوالی هم کردید از جناب لاجوردی هفت و هفت من، چه تأثیری بر آینده ایران داره؟ این یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش پرداخته بشه. بیان دوستان، صاحب نظران بگن که اگر آقای ترامپ بیاد چه تغییراتی ایجاد میشه، اگر خانم کلینتون بیاد چی میشه. این مهمترین مسئله است و من تا حالا نه برنامه ساز، نه موجودی، نه سیاست مداری دیدم که به این مسئله بسیار مهم بپردازه. جناب لاجوردی الان از حمایت بین‌المللی صحبت کردن، شک و تردیدی نیست، تمام کشورهایی که قدرتمند هستن منافعشون در حکومت اسلامیه. بیش از چندین میلیارد دلار در طول همین چند هفته گذشته پول نقد به حکومت اسلامی رسوندن. برای چی؟ برای حفظ حکومت اسلامی. پس چرا نمیشینیم در این مورد بسیار مهم صحبت کنیم؟ چرا آقای ممنونم آقای بردی؟ ممنونم جناب دکتر سکویی، جناب فروزنده سوالتون مفهومه، بفرمید. سپاسگزارم از شرکتون، ببخشید تنگنای وقتی دارم. بفرمید، خواهش میکنم. الو جناب آقای فروزنده. بله خانم، بفرمید، در خدمتتون هستم. آقای فروزنده، من میخوام بگم تا کی میخوایم به این بحثای روشنفکری ادامه بدید؟ چرا خیلی سریع بهشون شما اعلام نمیکنید که ما یک قانون اساسی نوشته شده از طرف آقای دکتر نصر احمدی داریم و این تنها مثلا مشکل گشای برای حل مسئله هستش؟ بس. خیلی متشکرم خانم، خیلی ممنونم از نظرتون که فرمودید. ممنونم که چی که صدای منو پخش میکنین. این سال از آقای لاجوردی با آقای لاجوردی مطرح میکنید. بله آخر و خانم آقای، این که چرا قانون اساسی نفر آقای دکتر نصر احمدی رو شما مورد عمل قرار نمیدید یا پیشگام قرار نمیدید، یک اول باید بدونیم ایشون چی کار کرده، رسانه ایشون کارش ایشون رو باید با... نه اجازه ب... خانم اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. این یک. دوم این که نه، قانون اساسی کشور رو یک فرد نمیتونه بنویسه، اون فقط قانون قوانین الهی است که یه پیغمبر میاره و بعد همه ناچارن اون اداره دنبالش برن. چنین چیزی وجود نداره. زمینه که آقای دکتر نصر احمدی آدم متفکری است. جناب آقای فروزنده، ببینید قانون اساسی زمانی مؤثره که حکومتی از بین رفته باشه، حکومت جدیدی به وجود بیاد. جناب علی فرمودید غیر از پیغمبرها، من فکر می‌کنم پیغمبرها ما رو دست هم دیگه نوشتن، کپی کردن اصلا از هم. امروز قانون اساسی نوشتن، شما بشینید دو روز جلوی اینترنت بهترین قانون اساسی دنیا رو پیدا می‌کنید، چرا که عین موعظه های پیغمبراست. ما میگیم که هیچ کدوم در هیچ قانون اساسی ما نمیگیم که نمیدونم حقوق بشر نباید رعایت بشه، نمیدونم حقوق زنان و حقوق بچه‌ها، نمیدونم اینا مسئله امروز نیست. مسئله امروز نبودن جمهوری اسلامی است
و نگه داشتن ایران. این بدبختی که سر مردم ایران اومده باید از بین بره. متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. قربونتون، من الان که آقای مشغول هستن نمیتونم صحبت بکنم. بفرمایید آقا، صحبتتون رو بفرمایید. شما پشت سرتون خیلی شلوغه. خیلی شلوغه. من از ترکیه زنگ میزنم به آقای فروزنده، سلام منو برسونید. نه آقا، شما روی خط هستید، منم فروزنده ام، دارم با شما صحبت میکنم. جناب فروزنده سلام عرض میکنم. سلام. من با شما مذاکره کردم، با شما خیلی نزدیک هستم. میخوام خدمتتون عرض کنم این بحثی رو که دارید، تا امریکا موافقت نکنه ما کاری نمیتونیم بکنیم. آقای لاجوردی، به کی میگید بسته دیگه؟ تا امریکا موافقت نکنه، تا این پولا رو به قطع نکنه و به امریکا، به دولت جمهوری اسلامی نده، ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. سپاسگزارم آقا، از شرکتون در برنامه. مرسی. ما باید ما باشیم. نه خیر. طبق گفته ایشون ما باید رو به قبله پامون رو دراز کنیم. تا امریکا تصمیم بگیره. تمام کشورهایی که امروز دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک هستن. آقای تو پشت جمع کن بریم. بله آقای فروزنده، کشورهایی که دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک هستن، سابقه شون وقتی نگاه بکنیم 50 سال پیش 70 سال پیش هیچ کدوم اینا نبوده. تونستن یک عده‌ای نظر مردمشون رو جلب بکنن، درست عمل بکنن، کلاشی نکنن، اعتماد مردم رو جلب بکنن. اون وقت جامعه بین‌المللی من جمله امریکا خود به خود حمایت این قضیه رو میکنه ناگزیر. ما التماس نکنیم، اونا باید به ما التماس بکنن. ما باید کسی بشیم. جمهوری اسلامی قوی نیست، ما کسی نیستیم، ما باید بتونیم کسی باشیم و میتونیم باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. مثل این خطای ما دچار اشکال شد. من هر کاری هم میکنم ارتباط درست نمیشه. الو، بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقا، بفرمایید. صدا خوب میاد؟ مشکل نره؟ صداتون واقعا خیلی خوبه. بسیار خوبه. ببینید، اول اینکه جناب لاجوردی، من تعجب میکنم دیگه از ایشون که این چیزی خاصی چشم مردم نخوشن. نمیدونم توی دیگه یه مسئله دیگه کمونیسم، مارکسیسم یه مسئله دیگه. اتفاقا امروز در اصل اینترنت مارکسیسم تازه اول کرکریش عزیزه من، شما تو جریان نیستی، شما مشکل داری. بعد یه مسئله دیگه، من یه سوالی دارم آقا. تو زمان سال 57 فقط میبکنم آقا شما ترهون بشه و گروسه ناریم میگه برو فلان، با اومدی به هر کش ناکه که میشه سیم از جمعه فاشیست حاجیز نستم. خب برای اینکه فقط بکنی سرهون بشه دیگه، همین که موعظه رو دوباره داره جناب آقا لاجوردی رو برای زده میگه میکنیم که آقا شما چی فا میشه. عزیزم صداتون خیلی خراب شد، مفهوم نیست. فاشیزم پدرش، از اون گروسه آریامه یه پدرش، از اون دوست عزیز، صداتون مفهوم نیست. ممنونم. بفرمایید. الان بهتر شد. سریع بفرمایید. من دارم از آقای لاجوردی سوال میکنم. میشه سال 57 نباشد؟ بله، بسیار. خیلی ممنونم، سوالتون رو بفرمودید. آقای دکتر لاجوردی. بله، امیدوار هستم. من دارم این سوال رو میکنم که آقای لاجوردی، ما باید مثل سال 57 کورکورانه بگی فقط رژیم سرنگون بشه، این نکتهشون اینه. متشکرم، نکتهتون مفهومه. خواهش میکنم آقای فروزنده. من 5-6 ماه پیش در فرانکفورت دعوتی به یک کنفرانس داشتم که چندین حزب سازمان چپ در اونجا حضور داشتن و اول کنفرانس هم بنده گفتم که مثل اینکه من اشتباهی دعوت کردم. سازمان فداییان اقلیت، اتحاد فداییان، راه کارگر، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری، دو شاخه، همه اینها حضور داشتن. وقتی که من این دوتا بخش رو مطرح کردم که یک پارچگی ایران باید باقی بمونه و جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه،
تنها گروهی که نماینده حزب کمونیست ایران بود گفت ما با سرنگونی موافق نیستیم. بندم خیلی مشخص تو یوتیوبش وجود داره، برم ببینم. گفتم خواهش میکنم که از پشت این میز بغل دست من بلند شید. من به هر حال ما همه اون در یک گروه سنی هستیم که 57 خوب یادمونه، مسائل انقلاب رو کم و بیش، حالا نه به اندازه ایشون، ولی میشناسیم، مشکلات اون زمان رو میدونیم، نبودن آزادی های سیاسی رو میدونیم. واقعیت امر اینه که به هر حال اون گروهی که حمایت کردن شروع انقلاب از جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که خود ایشون خیلی خوب میدونن که آقای کیانوری و نمیدونم سردمداران دیگه کسانی که وابسته بودن به چه شکل بود. اجازه بدید که من تو همینجا خاتمش بدم، چون دلم نمیخواد وارد مناقشه بشم، دلم میخواد که مسئله رو به شکلی بهش برخورد بکنم که بتونه راهی رو به وجود بیاره، راه رو از بین نبره، راه رو به وجود بیاره. بیایم دور هم دیگه بنشینیم، یک نفر نماینده حزب کمونیست ایران، توده‌ای، هر کسی، هیچ تفاوت نمی‌کنه، بیاین مردم تصمیم بگیرن در موردش. سلطنت طلب، جمهوری خواه، جبهه ملی، چه تفاوت می‌کنه؟ آقای دکتر، شما در ماه نوامبر در تورنتو برنامه دارید یا در اکتبر؟ در نوامبر. در چه تاریخی؟ در 17 و 18 و 19 یعنی 17 هم باید باشن که روز 18 هم که جمعه است، 18 و 19 و 20 روز یک شنبه بعد از ظهر هم این میزگرد پایان خواهد گرفت. در مورد چی هست؟ آسیب شناسی اپوزیسیون، چه راهی رو ما میتونیم پیدا پایان بکنیم؟ این خیلی خوب، شما طراح برنامه هستید، پایان این سمینار یا این میزگرد به چی میخواید برسید؟ به یک پیشنهاد، به یک پیشنهاد که یک نمونهش در اینجا مطرحه، منتها یه خورده منسجمتر، که بدونیم که چه راهی رو میتونیم به مردم پیشنهاد بکنیم که این مجموعه ای که اسمش اپوزیسیونه، منم یکی از اونها هستم، مشکلات زیادی رو که همه ما اپوزیسیون داریم، چه راه حل هایی وجود داره، چه راهی وجود داره برای رسیدن به یک مسئله مشخص. آی دکتر، آیا پایان این میزگرد شما به اونجا میرسید که راه های عملی رو یک در مجموع اگر کنار هم بیان پیشنهاد کنید، و اگر نیان گروه آینده ایران راه‌های عملی کار خودش رو که مبنای کارش قرار میده روشن بکنه، یا گروهتون تعطیل میکنید؟ ابدا تعطیل نمیکنیم. همونی که میفرمایید تلاشمون بر اینه که، چون ببینید ما از همه کسانی که شرکت میکنن خواستیم که نیان فقط بگن که این مشکلات هست، بیان بگن فکرشون برای فردای ایران هم چی هست، فکرشون برای تلاش اپوزیسیون هم در مورد مصدق و 28 مرداد و این حرفا که بحث نیست. اصلا بحث اینطوری رو ما نداریم. بله. گذشته نه اینکه به درد نمیخوره، بسیار با ارزشه. بله بله. بسیار. ولی مسئله ما این بحث بر سر شاه و مصدق نیست. ابدا. با احترام به شاه و مصدق، چون اینها جزء تاریخ ما هستن. رفتن جزء تاریخ. بله. چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته بله. باشیم، چه موافق شاه باشیم مخالف. ببین دکتر، هیچ فرقی نمیکنه. من میخوام بفهمم اون چیزی که برای من قابل لمسه چه خواهد بود از این میزگرد شما، چون میزگرد شما خب سخت برگزار میشه، تعداد مشخصی ممکنه بیان از این فکر استقبال بکنن، دوم جو تورنتو ممکنه روش اثر گذار باشه، و شما چی میگید؟ بالاخره چهار تا برنامه عملی شما موضع. ببینید بینندگان عزیز، نمیخوام وقت شما رو بگیرم چون وقتم هم رو به پایانه. ببینید آقا، انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست در ایران، شما موضع عملیتون چیه؟ باید تحریم کرد؟ باید تحریم نکرد؟ باید در شکافی که در سیستم هست رخ نکرد؟ شما چی دارید توصیه میکنید که یک حرکت سیاسی رو نشون بده که مردم دفعه بعد هم به شما گوش بدن؟ اما من اینو میخوام، اینو میخوام بفهمم. یعنی الان شما در مقابل آقای مصطفی حجتی با توجه به روابط نزدیکی دارید قبلا اعلامیه راه آینده نداده در این باره، چون این مصاحبه بسیار مهمه. اما اینجا فرمودید نقطه نظرتون، ولی من از هیچ سازمان دیگه ندیدم آقا موضع بگیرن در مقابل این حرکت. این حرکت حرکت جدیه که یکی از رهبران اپوزیسیون ایران دعوت به حرکت مسلحانه میکنه. این چیزی نیست که همینجوری بشه از کنارش گذشت.
من میخوام بفهمم شما برای من که بیشتر مرد عملم، بگید چی دارید که من بتونم به اون دل خوش کنم، اصلا این راه رو بلندشم بیام، پولامو جمع بکنم، قلک بچه ها رو بشکنم، بلیط تهیه کنم برای اومدن رفتن. آقای فروزنده، حتما از من انتظار ندارید که من قطعنامه آخر رو از الان نوشته باشم. نه، من انتظار ندارم. حتما فکر میکنید که ما ناگزیر باید که برسیم به اینجایی که این مجموعه رو بتونیم تشکیل بدیم، نظریات رو ببینیم، بر اساس اون نظریات فکر بعدی رو، آینده رو مطرح بکنیم. در این حالت اون سه روز باید انجام بشه، ولی واقعیت عمل هیچ چیزی جز این نیست. میزه گرد هیچی رو حل نمی کنه. مجموعه فکری ما برای فردای ایران میتونه حل بکنه. اون هم همونطوری که عرض کردم، توپ تو زمین شماست به عنوان یکی از اهالی رسانه، به عنوان یکی از کسانی که در این تلویزیون پارس هستید. بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید در آخر کار یکی از دایه داران حرکت های سیاسی همه ماجرا رو انداخت گردن تلویزیون ها. نه 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 نه، اینطور نیست، اینطور نیست. من مسئولیت رو رو گذاشتم. یعنی این که آقای فروزنده، این تلویزیون ها با هزینه های بسیار زیادی که اداره میشه و من تردید ندارم میتونه که موفق تر عمل بکنه، به جای داستان سرایی ما بیایم با همدیگه بنشینیم مسائل رو مطرح بکنیم برای مردم ایران، قبول کنیم مردم ایران خسته شدن، قبول بکنیم که نیازی ندارن که من بگم در بچگیم نمیدونم کجا والیبال بازی میکردم، نمیدونم در بزرگیم چی کار میکردم. این شوخی ها رو بذاریم کنار. مردم ایران از من نوعی توقع این رو دارن که بیام در یک جمعی بنشینم بگم که برای فردای ایران من چه فکری دارم، چه عملی میتونم انجام بدم، در کجا میتونم شرکت بکنم، یا اصلا نمیام بشینم. مردم ایران اینو از من میخوان. و شاید از شما میخوان که روشن بکنید اپوزیسیون با همه این نقطه ضعف هایی که داره در حرکت رهایی بخش برای آینده ایران در کجا قرار داره و چه سهمی خواهد داشت، دست از این ادعاهای بزرگ خودش باید برداره و ببینه آیا فقط باید تکمیل کننده حرکت های داخل کشور باشه یا یه جریان مستقل رو میتونه به وجود بیاره، چون بزرگترین ضعف اپوزیسیون ما در خارج از کشور و ضعف رسانه های ما سالمند شدن و پیر شدنش و به تدریج از دور خارج شدنش، بیننده هاش محدود به سالمندان شدن، این اصلا چیز درخشان و خوبی نیست. همین تلویزیون پارس، تلویزیون سیاسی تعدادشون کمه الان، این تلویزیون ها قسمت عمده بیننده هاشون رو به نفع سریال های ترکی از دست دادن و تلویزیون هایی که میان مردم رو سرگرم میکنن، کار بدی هم نمیکنن، مردم رو سرگرم میکنن، نقششون، وظیفهشون یا اونچه که ماموریتشون بهشون داده شده اینه. بنابراین تلویزیون های سیاسی دچار بحران های مالی فوق العاده شدید هستن، از جمله همین تلویزیون پارس. شکی از جمله همین تلویزیون آقای فروزنده، من تردید در این زمینه ندارم. اجازه بدید من یه نکته رو اول بگم. فقط دو دقیقه. من فقط چشم. من فقط مسئله یه نقطه ضعف نیست. اپوزیسیون نقاط قوت بسیاری رو هم داره. باید بشه ازش استفاده کرد. ببینید شما این تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون کانال یک، تلویزیون هر کدوم از این تلویزیون هایی که رو به ایران به حال برنامه‌ای رو دارن، یک سری مسائل شخصی خاصه خودشون رو هم دارن. من میگم این محور قضیه که اون بحث سیاسی مشخص باشه رو نمیتونه تحت تاثیر و تحت شعاع مشکلات قرار بگیره. اتفاقی که منو نگران میکنه آقای دکتر لاجوردی این است که دیر یا زود در افق من دور نمیبینم که هر سه تلویزیونی که شما ذکر کردید از دور خارج بشن. یعنی تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه بسته به خواست شخصی سرمایه گذارشه، تا اونجایی که میخواد پول خرج کنه داره میکنه، و تلویزیون کانال یک. دیر یا زود، برای اینکه بحران مالی در این تلویزیون ها کاملا جدیه، مردم باید به داد این رسانه ها برسن. اگر همین رسانه ها تعطیل بشن اتفاقی نمیافته. یعنی شما میتونید بی بی سی لندن رو داشته باشید، وایس آف امریکا رو داشته باشید، سریال های ترکی رو داشته باشید، این تلویزیون های مزاحم رو حذف کردید. با حذف این تلویزیون های مزاحم یک کاری کردید، فقط دیگه صدای آزاد رو نمیشنوید. یعنی شما در بی بی سی حتی یک نگاه که گوینده به دوربین میکنه حساب شده است. یک کلمه خارج از تکسی که در داخل بهش دادن اگر اعلام بکنه و مؤثر باشه ور میپره اون گوینده.
در وایس آف آمریکا هم همینه، در تمام این رسانه های دولتی اینه. حسن این تلویزیون های لس آنجلسی با هر نگاهی که دارن، به خصوص تلویزیون پارس، در بیان نظرات مختلف آزاده. کانال یک هم همینطوره، یعنی درست سمت و سو دارن ولی این سمت و سو دیگران رو حذف نمی کنه. اگر می خواید صدای آزاد رسانه نداشته باشید، به این تلویزیون ها کمک نکنید، ولی اگر می خواید دوام پیدا بکنه، به این تلویزیون ها کمک کنید. تغییرات برنامه خودم رو یک بار دیگه به عرض شما بینندگان عزیز می رسونم. از این هفته برنامه بررسی رویدادها و پدیده ها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه ساعت 11 صبح بعد از اخبار پخش میشه و برنامه نسیم شمال از هفته آینده ساعت 10:30 صبح، توجه فرمایید ساعت 10:30 صبح تا 12 پخش میشه که مدت نیم ساعت به وقت برنامه اضافه شده. از جناب دکتر حسین اجازه بدید من 30 ثانیه فقط به خدمتتون نکته عرض بکنم که به نظر من وجود این تلویزیون ها 100% لازمه. اشاره شما درسته، به این دلیل که در هیچ جا آزادی صحبت وجود نداره، همونطوری که گفتی در بی بی سی، وی او ای یا جای دیگه وجود نداره، پس لازمه مردم کمک خواهند کرد به شرطی که تلویزیون های سیاسی جایگاه خودشون رو در این زمینه مشخص بشناسن. در تلویزیون اندیشه هم من فکر کنم حداقل در طی سالهایی که من حضور داشتم، شما خودتونم حضور داشتید، امکان صحبت 100% وجود داشته، ولی حمایت مردم برای ادامه این کار، رسوندن صدای آزاد مهمترین مسئله است و من مطمئنم چنین اتفاقی خواهد افتاد که اگر مردم احساس بکنن که این کار به کجا داره می انجامه. سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه. بینندگان عزیز، هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام، ایران جاویدان و پاینده و سرفراز و یک پارچه باد.